هموطنهای عزیز ما آمدیم، یکی از دکتر صاحبایی که همیشه ما با چهره و با نامشان آشنایی کامل داریم و فعلا ما به کلینیکشان تشریف داریم. یا از او ماسک فیشل یا پاکسازی استفاده کنه، اگر دیگه وجودش پیر شود جلدش پیر نمیشه. البته روغنش با او کسایی که زیاد کلسترول داره، چربی خون، چربی جگر داره، کوشش کن همیشه غذای خود با روغن زیتون پخته کنه که هیچ عوارض جانبی نداره، هیچ مشکل نداره. زیتون یک چیز طب سنتی است، البته زیتون در قرآن شریف ذکر شده. به نام یاد خدا. سلام هموطنای عزیز، آرزوی سعادتمندی و سلامتی شما را دارم. خوشحال هستم که بازم در برنامه دیدار افطار خدمت شما قرار گرفتیم. بنده فیصل عاصم و خوشبختانه بازم خدمت یکی از هموطنای عزیز ما آمدیم، یکی از دکتر صاحبایی که همیشه ما با چهره و با نامشان آشنایی کامل داریم و فعلا ما به کلینیکشان تشریف داریم. دیگه مراجعینی که بودن رفتن، دیگه حال فارغ شدیم، دیگه موقع افطار هم تقریبا نیم ساعت یک ساعت باقی مونده. گفتیم از اینجا صحبت های اینا را گرفته قصه کرده میریم بخیر به طرف فضای بیرون و فضای کاری دفترشون. شما ما را همراهی کنین، فراموش نکنین آریانا را همیشه سابسکرایب کنین، چینل یوتیوب شه و کامنت کنین، نظریات نیکتون را با ما شریک بسازین. امروز ما را معذور بدارین کمه که ساعتم خوب نیست، چون ماه مبارک رمضان هم است، گاهی وقت فشار کم و بیش، گاهی وقت بالا گاهی وقت پایین میشه، اگر معذرت میخواییم. به هر حال اگر کدام کمی و کاسی در برنامه باشه، دکتر صاحب اینجا تشریف دارن و فعلا فکر میکنم که مراجعین هم شاید باشن. دکتر صاحب ساحل خود اگر بیشتر از زبان خودشان میشنیم اما آشنایی دارن. سلامت باش فیصل جان، اول خوب بسیار زیاد خوش آمدی و سرپرایز دادی مرا. خپل سلامونه و نیکی هیلی د آریانا لیدونکو ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله وي او ښه روژه نیولې وي او روژه ماتی تم وخت نږدې دی او خدای دې وکړي چې ښه د روژه ماتی آمادګي نیولې. خوشحاله یم فیصل جانه، په خیر راغلې او خوشحاله شوم چې راغلې. تشکر، زنده باشین. ډاکټر صاحب ماستر ساحل، که نمیفهم چند سال میشه دکتر صاحب شما دمی عرصه زیبایی جلد و مو مصروف هستین. سلامت باش فیصل جان، تقریبا سال 91 که من مصروف وظیفه خود هستم، در کار خود هستم. البته که زیادتر مردم بینینده ما از طریق تلویزیون جهانی آریانا بود که اگر ما بگویم 80% مردم ما را از روی صفحه تلویزیون آریانا میشناسه. از سال 91 که فعالیت خود شروع کردیم تا فعلا هستیم اینجا در وطن خود، در کشور خود، در کابل جان خود. بسیار خوب. دکتر صاحب ساحل چهره بسیار مطرح و خودشان هم یادآور شدن، همیشه که میان به تلویزیون آریانا میگن ما و شما همکار هستیم، یعنی فکر نمیکنم که ما از میمان برنامه باشم. دکتر صاحب مو حرفتون امیال به یاد ما اومد در برنامه گپ نو که گفتین روی موی شویی. سرزی بسیار تبصره هم شد و امی روی موی شویی که شما امو کتاب رو هم که نوشته کردین بیشتر توضیح دادین، میشه از این کم بیش بر دوستان بگوین که در این برنامه بازم امی خاطره تازه شد؟ خب بسیار خاطره جالب شد برای همه، خصوصا برای همکارای خود آریانا که بسیار بس کلان شد که ما را در خانه بر ما جنجال جور کردی. البته که ما او یک طرحی بود، یک فلسفه بود که ما گفتم، البته هدفم او نبود، که ما گفتم که سه چیز در زندگی انسان وفا نداره: روی، موی، شوی. البته که سه چیز در زندگی انسان بسیار مهم است: روی، موی، شوی. ما این گپ زدم و مردم باز برعکس وره فکر کرده که دکتر سه فکر میکنه که خود شوهر وفا نداره. شوهر وفا داره، ولی زندگی طوری است که هیچ حالت امرای انسان وفادار نیست.
حرفا ادامه داره، دیدار افطار است، شما هم دوستا بیننده باشین. مرا معذور بدارین که کمک خوب نیستم دکتر صاحب، میفهمم که کم فشارم پایین شده. انشالله خوب میشی فیصل جان، تو جایی آمدی که پیش خودم آمدی، انشالله همه چیز جور میکنیم، پس سر حالت میکنم، ناراحت نباشین. مست من جان خوب. که ما گفتم پیشترم که بخیر گرمی ها نزدیک است، بعد از او گرمی میشه و جلد خراب میشه، همه دوستا باید مطابق جلد خود ضد افتوا استفاده کنم. طوری که اینجا تماشا میکنی ضد افتوای مختلف است که از 30% شروع است، 30% است، 90%، 60%، 40% است، 80% است، 100% است، 60 است، 90 است، 70 است. اینمی مختلف چرا یارا به مثال فیصدیش داده شده؟ فیصدی مطابق جلد باید استفاده شود که کدام جلد کدام نویت داره، کدام مشکل داره، کدام نویتی جلد است، مطابق امو باید این ضد افتوا استفاده شود. ضد افتوا زیاتر فیصل جان مردم این فکر میکنه که ضد افتوا تنها برای افتوا است، ولی اشتباه است. اینجا نام داده شده مثال سن بلاک. سن بلاک به این معنی که سن افتوا میگه، بلاک یعنی مراقبت از همه چیز. هیچ چیزی هست که از همه چیز مراقبت میکنه، یا ضد افتوا که هست مراقبت از پوست میکنه، متا جلد نگاه میکنه، مثل که ما بوت میپوشیم که راحت را بریم، مثال ما لباس میپوشیم که تن ما پت باشه، اینم تو روی هم برای یک چیز نیاز داره که مثال پنهان باشه. از چی؟ از آلودگی، از افتوا، از خاک، از میکروب، از همه چیز باید مراقبت شوه. از او خاطر سن بلاک یعنی مراقبت از پوست. این نیاز نیست، این ضرور نیست که زیاتر کسا مثال اینو میگه که من خود اتاق هستم، من خود خانه هستم، من بیرون نمیبرم، نباید استفاده کنم. نه، تو اتاق هستی، بیرون هستی، دولیستی، بیرون هر جا که هستی تو باید استفاده کنی. این چی میکنه؟ این از تو مراقبت میکنه، این از پوست تو مراقبت میکنه. این جلد تا نمیمونه که خراب شوه، لکه شوه، میکروبی شوه، افتاو بزنه شوه، یا بسوزه از افتاو، یا بخار شوه. این حتما باید استفاده شوه، یعنی سن بلاک مراقبت از پوست است. از او خاطر ضد افتوا باید استفاده شوه، ولی سه نکته را ما باید در نظر بگیریم: یک، جنسیت پوست که کدام نویت داره، مشکلات پوست که کدام مشکلات جلدی داره ما، و سن. این سه چیز را در نظر بگیریم و مطابق این سه چیز باید ما ضد افتوا را استفاده کنیم. اینمی مواد را که میبینی، ای وایتنینگ فیشل میگه یا برای بخش پاکسازی است که در این ما پنج مواد را جور کردیم، که یکیش کلینزر است، یکیش سکرب است، یکیش هم سکن پالش است، و یکیش هم مساج کریم است، و یکیش هم ماسک است. این همی پنج مواد را به مترتیب استفاده میشه، که این مواد که است از فرمولی خودم است، از شرکت خودم است، و همچنان اگر اینجا ببینی به نامش ساحل کاسمتیک نوشته است. و این مواد خامش ما از تایلند گرفتیم و پیکینگش ما در پاکستان کردیم، دیزاین و چیزایش یک رنگ شوخ. و یک چیزی که در این فیصل جان جالب است، این من نخواستم که شیشه ای جور کنم، چون ما دست زیاد چکور داریم که هر چیز زود از دست ما میده میشه. خواستم این یک پلاستیکی جور کنم که اگه میده میشه بفتم میده نمیشه. این یک چیزی کلن گیاه است که ما ساختیم و برای کیمیاوی نیست. کیمیاوی نیست، هیچ نوع موادی کیمیاوی در این نیست و کلن گیاه است. تمامشان یعنی هر کس میتونه استفاده کنه. طوری که ما بر شما ضد افتوا سیروم گفتم که هر کس با مطابق جلد باید استفاده کنه، ولی این هر کس میتونه استفاده کنه. کسایی که جلدش چرب از بخار داره، لکه داره، مرد از زن از دختر از بچه است، هر کس میتونه استفاده کنه، چون خوبیش ای است که این مواد کیمیایی نداره و دومی که بر هر کس مفید است، خصوصا اگر ما گیاهی است. اگر ما بگویم که مثال این کلینزرش است، در جای فیس واش صابون میتونیم ما استفاده کنیم، و این ماسکش است، این را هر روز ما خودم استفاده میکنم، و این ماسکش هم هفته یک بار من خودم استفاده میکنم، که بسیار مفید است. این چیزی است که نمیمانه که جلد ما زود پیر شوه، خراب شوه، جلد ما مثال لکه شوه، بخار شوه. و چیزی است که اگر کس این را ماهانه یک بار استفاده کنه، یا از او ماسک فیشل یا پاکسازی استفاده کنه، اگر دیگه وجودش پیر شود جلدش پیر نمیشه. بسیار عالی.
دوستا باش که امروز خوب بارندگی اومد. شما حتما تصاویر دیدین، دکتر صاحب نفهم چیز کار دارن اینجا ما را آوردن. ما کامره روشن کردیم، ما اومدیم دیگه نمیفهم که چی ضرورت است. فیصل جان اول خوب بسیار زیاد خوش شدم چون میمان دوست خداست. البته که خودت هم میمان شما همکار هستیم دیگه، میمان نیستی. البته که یک چند دوستای از دفتر ما امشب خواستم میمان کنم در افطار، خواستم بیایم از راه یگان چیز از اومدیم از سوپرمارکت بگیریم. خوبه. اگه تو هم چیزی داری که بگوی بریم بگیریم. بله دیگه فعلا من چیزی گفتم نمیتونم. زیتون میگه بسیار به زیبایی نقش داره. حالا خوب شد که یادم اومد دمی قسمت. ترکا میگه بیشتر زیتون استفاده میکنن. زیتون بسیار یک چیز مفید است، خوراکش، خوردنش، استفاده کردنش، البته روغنش. با او کسایی که زیاد کلسترول داره، چربی خون، چربی جگر داره، کوشش کن همیشه غذای خود با روغن زیتون پخته کنه که هیچ عوارض جانبی نداره، هیچ مشکل نداره. زیتون یک چیز طب سنتی است. البته زیتون در قرآن شریف ذکر شده. ما هم طرفدار شستم. خوب از دیگه بس از دیگه زیاد خرچه رو زیاد نمی کنیم دکتر صاحب. دیگه چیز شیرینی خوش دارم فعلا نه دیگه. خوش آمدی به خانه غریبانه. البته که ما آمادگی خاص برای تو نگرفتیم. ما در سوپرمارکت هم برات گفتم که امشب از همکارای دفتر خود دعوت کردیم و امشب از او خاطر اگان چیزا رو از اونجا گرفتیم. البته کسایی که تمام دوستای ما است، عزیزای ما است، ولی کسایی که امشب ما پالی خود جمع کردیم بر دوستشان دارم زیاد، چون کسایی هست که خیلی زحمت کش است. انجینر سبیرات خان رئیس ساختمانی ماسته، رئیس مثال در مسائل گروپ ما که همه بخش ساختمان که هسته، انجینر سب پیش میبره. انجینر سب سید رضا منیجر عمومی آی تی ماسته که بسیار زحمت میکشه، بسیار کار میکنه بر سایل گروپ، البته بر سایل گروپ، بر کلینیک، بر خودم. تمام صفحات اجتماعی ما را خودش پیش میبره و بسیار یک دیزاینر گرافیکر بسیار عالیسته. و البته پالی تو که ششته بچه کاکا جنت دوست تفلیت هم است و امراض هم است، دوست بسیار خوب هم است. دوست تفلیت که گفتی دیگه حل شد، کل قصه هست دیگه، قصه حل شد. و پیمان جان، پیمان جان هم که هست از یک از بخشای سایل گروپ رو پیش میبره. بسیار بچه پشتکار، دوست داشتنی و خیلی ما هم دوستش دارم ولی من را زیاد دوست دارم. و یک کسی که من زیاد دوستشان دارم سید شجاست، شجاودین. شجاودین که هست تمام سیکیوریتی سایل گروپ نگردنش هست، بیچاره شب و روز در می دفتر است و ما بسیار دوستش دارم و من هم زیاد دوستش دارم. البته دوستای دیگه هست که در خودی دفتر کار میکنه، در کلینیکی هست، همکار ما در سایل گروپ هست، میرزایی سب، یاسینی سب، دیگه همکارا و مریار سب. البته که وارا اگر میفهمیدم که شما میاین وارم میخواستم دعوت کنم، خوش میشد. البته جایشون خالیست آره. دیگه قبل از اینکه افطار کنیم، اینه یکی دو سه دقیقه باقی مونده، امی فواید رمضان بر میشه بیشتر بگوین که از نگاه صحی چقدر نقش داره، به صورت چقدر نقش داره؟ البته برای صورت تو قدر خوب نیست، ولی در کل رمضان یک شفا بخش است. شفایی که در رمضان است فکر نکنم در تداوی دکتر باشه، خصوصا به او کسایی که چربی خون داره، چربی جگر داره، تکلیف میده داره یا بعضی مشکلات های دیگه داره. رمضان وسیله میشه که از او غذاهای پرهیز کنه تا این مشکلش بدون تداوی حل شوه. و رمضان یک ماه پر برکت است که آدم از همه چیز مانع میشه، یعنی متوجه خود میباشه. فضیلت های بسیار زیاد داره رمضان. کوشش کنیم که اینمو تو که رمضان است همیشه امی سال ما مثل رمضان باشه.
همیشه امیر خواستیم که پیام ما اینمی بود که برای خود برسیم، با خود زندگی کنیم و همیشه به متوجه صحت خود باشیم. تشکر دکتر صاحب، همیشه این نکته را میگن، همیشه متوجه خود باشین، یعنی متوجه خود باشین از خوراک، پوشاک، گشتن، رفتن، خواب کردن، دیدن، شنیدن، همه چیزه که اینی خود انسان که میگه من زنده جهان زنده، خود من مرده جهان مرده، همه تو هست. و واقعا که انسان باید توجه کنه برای صحت خود، هم به ظاهر هم به باطن، هم جلدی، هم نمیفهم دیگه، روحی فکری ذهنی کلن. خوب است، لحظات افطار است و میشه که از جمع هر کس دعا میکنن، یک دعای دست جمعی میکنیم، بعدش دیگه افطار میکنیم. خدا قبول کنه. و امسال رمضان یک از بهترین رمضان بود. اگر ما متوجه شویم که 20 رمضان کلا هوا سرد بود، باران بود، مثل سالهای گذشته که زیاد گرمی بود، زیاد مثال تشنگی بود، گشنگی نبود، تشنگی زیاد بود. خصوصا اون کسایی که وظیفه میره بسیار برشان سخت بود. و به امسال رمضان بسیار یک رمضان، یعنی هیچ کس نفهمید که چی قسم تیر شد. و این دو سه رمضان دیگه که مانده انشالله که هم بخیر تیر شود. تمام دوستا، اول برای خودت، برای صحت خود، برای خانواده و فامیل، برای پدر و مادر خود دعا کنه، برای اهل مسلمین دعا کنه و اینمی دعا را همیشه کنه که خداوند تمام مشکلات افغانستان و بر مردم افغانستان را حل بسازه. خب یک دعا، بازم دوستایی که دعا میکنن لحظات افطار است، دعا کنین دیگه، توکل به خدا دیگه، سفری رمضانی منتظر همگی است. چون آذان هم فکر کنم داده شده و دوستان میتونم همی هرچی مرادی که در دلش هسته از دل پاک دعا کنه و افطار کنه.